نیما خودش ابتدا غزل کار میکرد دیگه، اطلاع داره، مشخصه که در وقتی که این غزل ها رو کار میکرده همش در فکر یه تحولی، انگار 100% از دیدگاه من، حالا میگم انگار، بوده. و در هر صورت خب حالا اینو دربارش خیلی جاها این چگونگی ها رو ثبت شده و چیزی نیستش که مثلا، ولی حالا من باور خودم رو میگم، من غزلهای نیما رو اون موقع که میخوندم نسبت به غزلهای دیگری که وجود داشت، متوجهید، واقعا خب خیلی ضعیف از دیدگاه خود من اون بافتار غزلی رو که باید داشته باشه نداشت. ولی در هر شکل خب غزلی به پایان رسیده بود و یه غزل دیگه و غزلهای دیگه و اینها که گاهی توش یه اتفاقی می افتاد که می دیدی یه بافتار باژگانی نوعی توشه، درسته تمومش نه، ولی یه جاهایش منم عاشق این مقوله ها بودم همیشه، یعنی توی هر شعری که یه حرفی که یا خودم نخونده بودم تا حالا یا نشنیده بودم یهو اینجا می دیدم این ساخته، همش تو فکر این بودم که اصلا شعر و شاعر وظیفه داره، یعنی تنها کسی به خودم می گفتم و اینها یا به دوستان دیگه می گفتم، تنها کسی که می توانه واژه سازی کنه شاعره، متوجه؟ نباید از واژه های گفته شده هی استفاده بشه، چون این شعرها یه مقدار زخم انگار کهنه شدن. چرا آخه؟ متوجه؟ ما میتونیم در مقابل هر کدوم اینا واژه هایی رو بیافرینیم، همینطوری که نیما با این که در غزلش کارهایی رو که بعدش افتاد توی واقعا شعرهای نیمایی و شگفتی هایی که توی کارهاش هست، توی غزلش گاهی بود منتها در واژگانش که نوتر بود و اینا. من خب از اونجا در هر صورت حس کردم که نیما داره منو، با این که من کتاب اولم باقه لال و اگر دربارش مثلا صحبتی بشه، من 3 تا فکر میکنم باید غزل توش داشته باشن، برای اینکه اولی کتابم بود و با غزلم زندگی کرده بودیم و اونم در کنار حسین منزوی که سراپا غزل بود و اینها. ولی من تو اون 3 تا غزل دارم، یا یه دونه کوتاهشم دارم که 4 تا، حالا با اون اگر بگیم، بیشتر شعر نیمایی بود و یه بخششم شعر تقریبا رو به آزاد، و خیلی بیشتر دوست داشتم از غزل، گرچه بعدا خودم غزل رو ادامه دادم. بعد از همین کتاب یه کتاب دیگه هم در آوردم که کتاب باز کارای آزادم بود، ولی دوباره افتادم به غزل گفتن. حالا اونم یکی از دلایل درونی خودم این بود که شعر آزاد واقعا این فرصت رو میداد به ما که خب یه مقدار واژگان خودساخته رو هم داشته باشیم، هم اصلا خود شعر آزاد میدیدیم حرف تازه تری داره تا مثلا غزلهای خودمون. بعدا میخواستم یه تجربه بکنم توی غزل، ببینم واقعا در غزل میشود اون ادعایی که خودم پیش از اینها داشتم، که نمیدونم توانستم یا نه، هنوزم واقعا نمیدونم، ولی در هر صورت غزلهامو خیلی، نه که خودم دوست داشته باشم، خب طبیعی آدم مال خودشو دوست داره، ولی اینو اقرار میکنم بیشتر اگر حدش حرف میزنم از
مثلا بزرگترای خودم که مثلا آقای آتشی خب خیلی غزل داشت ولی هیچ وقت چاپ نمی کرد، باز کارهای خودشو فقط آزاد خودشو می گفت. ولی من می گفتش که تو خوب غزل میگی. گفتم خب خود شما هم غزل میگیم. گفت خب من غزلامو چند خطشو دوست دارم، بقیهشو دوست مثلا خودم ندارم. نمیخواست مثلا، دوست داشت از همون شعر خودشون بیشتر استفاده بکنه. ولی من این توی غزل این چیزو ادامه دادم، فکر کردم همیشه نگاه تازه تری داشت، چون میدیدم حسین منزوی واقعا داره این کارو انجام میده. متوجه؟ گرچه منزوی خیلی متعهد بود به غزلی که سلامته و توی مثلا شعر من که یک جاهایشو یهوی بافتار نوتری میدادم خودم خوشم میامد، ولی دیدگاه منزوی میگفتش که عزیزم فکر نکن که این تازگی یه تازگی به غزلتم داره میده، یه مقدار ضعف داره برای غزلت. منم گوش نمیدادم، من دنبال این بودم که اون ضعف رو یه طوری تغییرش بده. حالا که در هر صورت این بود که همچنان هنوزم در این حالی که کار آزاد و این حرف ها پراکنده زیاد انجام دادم، ولی همچنان غزل رو دارم در خودم دوره میکنم. دوباره همیشه غزل هایی رو از جوانترهایی که از خودم بودن میخوندم داد و بیدادم در میام. گفت چی هم میگفتم چرا منو دارید میگید؟ با ببینید این مثلا از راه رسیده واقعا چه چیزی آورده برای مژده هایی آورده برای هممون، یه میراثی شده الان برام. یعنی من فکر کردم بچه هایی داریم که هنوزم در همین فکرم در غزل توانمندی هایی دارن که خب غزلشون اصلا متفاوته با غزلهای دیگر. جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است، در آینه تلفیق این چهره تماشایی است. تن خوب قفس دارد، جان زاده پرواز است، آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی است. در من غزلی اینک دنبال تو می گردد، ای آن که تو را دیدن انگیزه گویایی است. من فکر گریزم، او تا راه به من بندد با قافیه های ناب در حال سفارایی است. کس خلق چه می جویی شاعر که به شعر تو از حالت چشم اوست گر این همه گیرایی است. این اوست که تفسیری از صبح و صدف با اوست، این اوست که تعبیری از خوبی و زیبایی است. من یک تن و او بسیار، من ساده و او عیار، او می کشدم ناچار آن سوی که شیدایی است. در رفتنم و در من خلقی است که می بندد ره را، که کجا شاعر هنگام هماوایی است. او یک تن و ما بسیار، یک تن به زمین بسپار، آوا به قفس مگذار کاوای تو دنیایی است. من بین دو در مانده، واجسته و در مانده، تا خود چه کند شعرم این را که معمایی است. مشیری خب شعر آزاد که نداشت، همون نیمایی رو داشت، حالا با یه نگاه روشنتر توی شعرها. شاملو شعر آزادشو موقعی من بهش نزدیکتر شدم که از شعرهایی که مادرم از فرانسه ترجمه کرده بود و به طور کلی همون شعرها شعر آزاد بود، هم خیلی جلوتر از اینکه من اون جایگاه شاملوی عزیز رو
حس کرده باشم و درک کرده باشم. یعنی پس با شعر آزاد اینگونه چیز شده بودم از طریق مادر و ترجمه هایی رو که خودش برامون میخوند، من حس میکردم شعر اینطوری شعرتره، چون میدیدم واژه هایی رو که حتی مثلا ترجمه شده یه حرفایی که من نشنیدم تا حالا، متوجهید؟ ولی تو شعره چقدر آدم میتونه درکش کنه در همون سن و سال، حتی مثلا سنی که هنوز به واقعا درک کلمه نمیرسید، واقعا شعر آزاده که میخوندیم حس میکردی ای چقدر زیباست. بعدا از مادرم هم که میپرسیدم میگفت چی دیدی از این شعر، اونو بگو، متوجهید؟ منم دوست دارم بگم. خب ما اون چیزی که مثلا تو این شعر میدیدم میگفتم، سرش تکون میداد، میگفت ببین شعر معنای گسترده ای داره که ممکنه 100 نفر یه شعر رو بخونن 100 تا نگاه متفاوت داشته باشن، و تو هم باید همین، اگر من یه چیزی رو برای تو تعریف کنم که اینو داره میگه، این یه مشقه نه یه شعر، متوجه؟ شما بتوانی از ضمیر خودت هر چیزی رو معنا کن. همین حرف برای من خیلی بعدها فهمیدم البته چه ارزش هایی داشت که باعث شد همون باقی لال خودم که اولین کتابم بود، گفتم 3 تا غزل شاید توش باشه، هنوزم تو ذهنم نیست، ولی اکثرش یا نیمایی بود یا چیز آزاد. و من روزی که برده بودم انتشارات بامداد اینو در آوردش برای چاپ، میگفتش که تو با این حالا چطوری، چرا آزاد میگی؟ متوجهی؟ تو غزلهای خوبی مدت خوندن. گفتم که خوندی، ولی توی این کتاب من چند تا کوچیکش رو گذاشتم، میتونه مال مادرم بود، گوشته بودم 3-4 تا گوشته. گفت آخه چرا؟ متوجه من؟ گفت چرا؟ گفتم به دلیل اینکه اینا رو بیشتر دوست دارم، خیلی به خودم نزدیکتره، حس میکنم اینا رو من گفتم، اونا رو من نگفتم، منهای شعری که برای مادرم گفتم بقیه دیگر رو حس میکنم من نگفتم، متوجه؟ میخندید. این گفتش که باش که کتاب رو در بوده. تا خان باقی لال موقع که در اومد همزمان با شعر هنجره زخمی تغزل منزوی بود، هر دو یه جا چاپ شد در اومد، در یک روز هم در اومد، ولی با اینکه خوب مال منزوی خیلی متفاوت بود با من، حالا هم غزل داشت هم کار چیزم نیمایی داشت هم آزاد، ولی به طور کلی من این سوالی که شما فرمودید چرا و یا چه، واقعا از این اتفاق افتاد که من نمیدونم چرا فکر میکنم شعر یک کلام رهاست، ما چرا باید در چارچوب وضع قایمش کنیم و مجبور باشیم بسیاری از واژه‌هایی که خب درستش هست تو ما در شعرمون، مثلا مثل اینی که اگر رو توی غزل مجبوریم به خاطر که وضع خراب نشه بگیم گر، خب یعنی چی؟ یا از رو ما مجبوریم بگیم ز، و خیلی متوجه توش رو نگاه کنید میبینید خب بزرگان پیشینمون البته یادمون دادن که میشه این کارم بکنه، ولی همین میشه برای من یه معما بود که چرا آخه ما یه حسی رو میخوایم بیانش کنیم، حالا چه در نثر باشه چه در واقعا شعر آزاد باشه چه در مثلا شعر غزل باشه یا شکل‌های دیگرش مثنوی شو و و و و و بله هنوزم توی غزلم، هنوزم با اینکه این حرفا رو میزنم، حالا به دلیل اینکه هنوزم دنبال اینم که من بالاخره یه چیزی رو بتوانم برای
این حرفایی که دارم هی میزنم، ولی واقعیتاش هست که نمیخوام دروغ بگم این بر اون برش کنم، به خاطر اینکه ثابت کنم. ببینید الان ما یک شاعر عزیزی داریم، سعید میرزایی، یهو میبینید که در عرض چند ساعت چند تا غزل پشت سر هم نوشت. متوجه؟ موقعی که میخونی نه شنیدیش تا حالا و پر از نگاه تازه‌ایه. یعنی اصلا موقع که میخونی میبینی که اصلا انگار از تمام اون بافتار مثلا قدیمی آمده بیرون و نگاه تازه‌ای داره. و چقدر تازه، مثلا من اگر یه غزل 8 خطی یا 7 خطی یا 6 خطی میگیم، یعنی فوقش 10 خط، ولی مال این تازه هر غزلش هم 14-15 خطه. متوجه؟ یعنی همین داری پشت سر هم نوشته. هم میگم سنش، ولی از دیدگاه من جایگاهی که در شعر داره خیلی بالاست، خاصه در غزل. ولی من یه دلسوزی دارم در خودم، به خودشم نگفتم ها، هیچ وقت نمیگم که بگم بابا تو اگر تو غزل داری این شگفتی ها رو میآورینی، خب تو کار آزاد اگر باشی چه گستره ای رو میتوانی واقعا ارائه بدی؟ چرا چیز نمی کنی، تجربه نمی کنی؟ چون اینقدر کارش واقعا دوست داشتنیه که آدم میگه خب این که گفته بگه بده که تو بگی اونو بگو. متوجه؟ ولی خود ما موقع کار آزادی میکردیم از نظر خودم یا ایبایی داشت. خب اینه که پریدیم باز دوباره به طرف غزله. بستگی داره اینها، همه این چراها همه به اون چیزی که خودت خلق میکنی یا خلق شدهش رو میخونی. یه موقع میبینی خلق شده یه شعر رو از یه دیگری میخونی، یهو به خودت میگی من چرا اصلا شعر آزاد دارم میگم؟ شوی چه کرده؟ خودت رو ادامه بده، مثلا ادامه بده. این یه چیزیه دیگه، باوریه. موقعی هم که یه دونه غزل ضعیف رو میخونی، یا بابا اون شعر آزاده اونو بگیم. متوجه؟ واقعیت رو من دارم میگم، اینو خیلی ها پنهان میکنن. متوجه؟ ولی من اصلا دوست ندارم آدم واقعیت خوب درون خودش رو بگه دیگه. من گاهی از شعر آزاد خودم خوشم میاد، گاهی مثلا از غزلم خوشم میاد. اینه که حالا میگم من اصلا فکر میکنم هنرمند در هر هنری، حالا اگر همه هنرها رو هم نگم، در شعر برام مسلطه که هنرمند نباید فکر کنه که چی بگم بعدن بشینه شعرشو بنویسه یا هنرشو چیز کنه. اندیشیدن به این که الان اینطوری مثلا بشینم برای این، یه موقعی هست چرا ها، مثلا یه کسی میبینی جلوت مثلا یا برای از طایفه خودت یا از دیگران یا اصلا یه مریض، یه اتفاقی افتاده مثلا و برای مثلا اون بخش اولش یه کسی میاد بهت میگه یه چه برای روی سنگ قبر مثلا برادر من بگو. خب طبیعیه که آدم میگه و خیلی هم شبیه همه کارهای دیگه هم میشه، حالا با یه تفاوتهای کوچیک. ولی من فکر بعدن به این نتیجه رسیدم که شعر اگر عاشقش باشی، اگر واقعا شاگردش باشی، از هر زاویه هر چی باشی که واقعا شعر بپسنده، اون شعر اون چیزی که تو میخوای فکر کنی که من چی بگم، اون تو فکر تو میذاره و تو مجبوری بنویسیش. اصلا انگار پشترت واسده یا جلوت میگه منو بنویس. واقعا به این معتقدم، ولی اون موقعی که این حرفا رو میزدم به این هنوز معتقد نبودم. یعنی فکر میکردم که خب حالا چند روز شعر نگفتم بشینم یه چیزی بگم. اتفاقا میگفتم خودم هم بدم نمیومد، دوستانم. ولی بعدن موقعی که به این نتیجه باورانه رسیدم که واقعا نه، من باید منتظر باشم شعر
بگه منو بنویس و ما کاتبی بیش نیستیم نه شاعر، دنبال این که چه چیزی منو مثلا به گفتن واداره نبودم تا خود شعر این کار کرده، هنوزم دارم ادامش می‌دم. با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه طوفانیم. دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو بسوزانی. آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانی. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانی. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن، حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانی. ها به کجا می کشیم خوب من، نکشانی به پشیمانی. همیشه توی ذهنم دنبال این بودم که بتوانم توی غزل یه حرفای تازه‌ای هم داشته باشم، اگر حتی از معنا هم نه، که البته اشتباه می‌کردم، حرف تازه همیشه با معنای تازه، ولی خب من حتی به اون که یه با کلمه کمتر گفته شده یا نگفته شده رو از دیدگاه خودم انگار دارم می نویسم که می توانم پشت معناش دفاعیه ای داشته باشم و اینها، ولی واقعا ادامه می دادم. ولی با شعر و غزل، خاصه غزل خوب که پیروی کردم، همیشه منوچهر نیستانی بود. منوچهر نیستانی با اینکه منزوی خب عزیزترین دوست من بود و زیستن با هم داشتیم، گرچه با نیستانی به خاطر شعرش آشنایی پیدا کردیم، ولی با منزوی حالا علاوه بر خود شعرش زیستنش با هم دیگه بود، که این بلند شد از زنجان به خاطر مثلا که یه دیدار دوباره داشته باشیم یا ما که بخوایم بریم اونجا، اون بیشتر می اومد مثلا. ولی منوچهر نیستانی با این که شعر آزاد بیشتر می گفت و نیمایی، ولی حدود 18-20 تا شاید هم بیشتر، نه همین بین فوقش 25 تا غزل داره که اصلا در اون زمانی رو که من دارم بهش اشاره می کنم برای من نه و برای بسیارها واقعا یه اتفاق تازه توی غزل معاصر ما افتاده بود، هم معنا هم بافتار غزل، ولی خودش دفاعی هم نمی کرد از غزلش یا به نام نمی برد. یه شیوه هم داشت که موقعی که براش مثلا غزلتو میخوندی که بیشتر من و منزوی میدون فوزیه یا اون موقع امام حسین ها، حالا ایشون اونجا معلم مدرسه بود، ما میرفتیم دم اون مدرسه و میستادیم تا
تا ایشون یه طوری بیاد بیرون، گاهی متوجه شدیم زودتر اومده بیرون و بالاخره پیداش میکردیم. یعنی من و منزوی شیفتگی هایی به ایشون پیدا کردیم که حتی خود منزوی با اون دانشش و یه مقدار غرور شگفتی داشت که از خودش خیلی خوب دفاع میکرد، کاری که من اصلا هیچ وقت نکردم و دوست نداشتم. یعنی البته میگفتم ما همیشه اگر یه شعر خوبتر از خودمون میشنویم، حتی یه واژه تازه توش میبینیم، باید تحسین کنیم که داره تقویت میکنه ذهن ما رو که دارن انجام میدن، تو چرا انجام نمیدی مثلا دشمن. ولی نیستانی این شگفتی رو تو تمام غزلاش داشت. امیدوارم خونده باشید یا حتما بخونید این چند غزل نیستانی رو. این شیفتگی با اینکه آقای هر هستی شعریم از آقای مشیری بود، ولی به خودشونم گفته بودم شیفتگیم توی غزل فقط از نیستانی. الان که حالا من یه توضیح کوچکی بدم، من اولین کتابم باقی لال که منتشر شد، با تمام جایگاهی که غزل برای خودم و برای تمام شاعران ایرانی به یه شکلی داشت، ولی من توی اون کتاب خودم اگر اشتباه نکنم 3 غزل بیشتر نداشتم. تو اولین کتابم بیشتر کارهای نیمایی بعد از نیما، ولی بعد از همون کتاب اول، کتاب دومم دیگه غزل بود و حالا دیگه کتاب سوم و چهارم و دیگه تا حالا به یه مشترکن، یعنی هم کار آزاد توشه، هم نیمایی توشه، هم غزل. ولی با زیستنی که توی این نشست‌های شعری و اینها دعوت میکنن، بیشتر آدم همین که میره اون بالا مثلا میبینی هر کسی یه اسم یه غزل آدم هم میاره که میگه مثلا این غزل رو بخون اون غزل رو، که موقعی که به حرفشون گوش بدی دیگه با غزل بخونی همش. آره. ولی در هر شکل شعریت مهمه. حالا واقعا شکل ساختارش زیاد مهم نیست. ما فقط بدیش این هست که در کار آزاد نیازی نداریم که کلام خودمون رو بشکنیم. مثلا مثال بزنم، مثلا میخوایم تو شعرمون بگیم از، خب موقع که توی غزل هستیم برای اینی که قالبش یک وزن خاصی رو داره، شما از دیگه نمیتونی برم و بگی ز. مثلا این خب تو حافظ و سعدی و مولانا و همه گذشتمون هم بود. یا مثلا اگر رو مجبوری بگی گر، متوجهید؟ و و و و و و و خب این خودش یک نوع بی‌حرمتیه به واژگان. ولی ما به خاطر در هر صورت حفظ وزن که به طور کلی با هنر هیچ ارتباطی هم نداره، چون در هر صورت هنر در قالب که نمی‌گنجه. یعنی اینی که ما بگیم در این قالب ما کار کردیم، مثلا خب هنر گریز از قالبه، میشکونه قالب و میاد بیرون خودش میشه، حالا تو هر شکل هنری. منتها خب شعر ما همچنان و شاعران ما همچنان درگیرشن. اونم دلیلش این هستش که همون موسیقی وزن براشون یه زیبایی حسی داره. این زیبایی حسی خود منم هنوز رها نکرده، ولی معتقدم که چون ما شعر نمیگیم، شعره که داره ما رو بیان میکنه، پس شعر خودش باید شکل
جایگاه خودش هم تعیین کنه دیگه. یا خبینی خب من الان شعری دارم میگم که خب توی وزن نیمایی میگه اونجا یا توی وزن آزاد، که حالا این ده ها هم نامگذاری شده، هر کسی برای خودش یه نامگذاری خاصی هم کرده و خواسته به جامعه خودش حتی چیز کنه بگه، اینم یه حرکت دیگه است. در حالی که همشون در صورت همون شعر دیگه، حرکت ها چیزی رو اضافه نمی کنه به جز اینی که ما خودمون رو یه مقدار گریز بزنیم از خود شعر، که اونم خیلی بده. اتفاقا وقتی که شعر داره ما رو بیان میکنه خیلی درست داره تا اینکه ما خودمون تازه شعر بخوایم بسازیم. ساختنش بده، ولی نوشتن موسیقیش در هر شکلی هم باشه خوبه. واقعیتش اینه که هر دوشه، مثل حرف زدن، گفتگو کردن، که با گاهی یه حرفایی رو میزنی که یه کسی فکر میکنه تو این حرفه یه حرف تازه‌ای اصلا وجود نداره، جای دیگه هم شنیده، میگه این سر ما رو چرا داره درد میاره. یه موقعی هم هست میبینی یه حرفایی رو شما داری میزنی، کسی که داره مقابل شما میشنه و از شما یهو دریافته حرف ناشنیده رو یا یه راه نرفته رو اینها رو انگار پیدا میکنه، که خب اینجا شما ناخواسته بدون اینکه بخوای این کار رو بکنی توانستی یه کسی رو، یه حالا چجوری بگم، یه وشکونش بگیری که آها میتوانی یه حرفهای نگفته ایرم که در درون همه ما هست و نمیدونم چرا پیداش نمی کنی، پیدا کردی و داری میگی. چون انسان ها نمیتونن واقعا حرفهای پیرامونشون و اون چه که میبینن، اون چه که اتفاق میفته رو، اگر یه هنری در هر هنری باشن، اینها همه اینها روش تأثیر میذاره. ولی اگر موقعی که شاید هم حتی موقعی که داره اینو در هر شکل هنری ثبتش میکنه زیاد متوجه نشده باشه که این انگار داره قلم و داده دستش رو میگه منو به یاد بیا. و متاسفانه خیلی از کسا از این چیزم یه بهره بردن، ولی آدم کاره که میخونه متوجه میشه که این از همون اتفاقاست که دوست داری برای خودت بیفته، ولی این توانسته بنویسه ولی هیچ اشاره‌ای هم بهش نکرده. یعنی هنوز میگه که فرض میگیریم این عافیه خوبش مثلا باعث شده که این، یا وزن خوبش باعث شده که اینطوری بشه با اینها، در صدی که واقعا این حرفا نیست. چون این وزنها رو در بسیاری از شعرهای خودت میتوانی گیر بیاری. شما در نظر گیر واقعا تا پیش از سیمین بهبانی که یه مقدار وزن رو اضافه کرد و هیچ نقش آنچنانی هم نداشت، متوجه دنی که بخواد تأثیر گذار باشه، ولی یه حرکت قشنگی رو کرد که کسانی که میتونستن اینو درک کنن متوجه میشدن که بابا این خاصه بعد از انقلابم بود، متوجه که این حرکت در شعر سیمین بهبانی اتفاق افتاد، یکی از اون عاشقانه های جسمی کنار گرفت و نگاه های اجتماعی رو توش پیاده کرد، خود این نگاه ها کلی حرف تازه توش داشت، متوجه اید، حرفایی که شاید مثلا اگر میخواستی به خودت بیان کنی باورت نمیشد، ولی تو غزل سیمین موقعی که میخونی یهو میبینی چه اتفاقی شگفتی توانست سیمین انجام بده. پس در خیلی از ماها
این اتفاق میتوانه بیفته اگر هی خوشحال نشیم از این که یه غزل یا یه حالا شعری در هر شکل دیگه بیان کردیم، یا هر هنرمندی فکر کنه که مثلا در نهایت یه نقاشی برای همیشه ماندگار کرده، متوجه همش روی اون مکس کنه. بقیه من از دیدگاه من یک کاری رو که حالا چون خودم دارم میگم روم نمیشه بگم خلق کردی، ولی هنرمند یه چیزی رو که خلق کرد باید بلا فاصله متوجه بره سراغ یه خلق دیگه، یعنی منتظر اون خلق دومه بعد خودش باشه، نه اینکه از همون باز دوباره هی چیز بگیره آره تکرار کنه به یه شکل دیگه یه شکل دیگه. اینا در نهایت همون یه دونه اولیه حافظه ها رو مال خودش میکنه و دوست داشتن ها رو.